رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی با من هستن راجع به این مورد بیشتر با هم صحبت کنیم. آقای غیبی، خب ظاهراً این موضوع فروش نفت در جمهوری اسلامی هر روز داره غیر شفاف‌تر میشه از حضور گسترده نهادهای نظامی در این بخش تا محرمانه شدن آمار. بیشتر از شما بشنویم در این مورد. بله، در مورد محرمانه شدن آمار که خب اصلا روی کردی که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر گرفته، حکمرانی محرمانه است، به تدریج تمام آمارها، اطلاعات حتی ضروری برای توسعه کشور، برای بخش خصوصی، برای فعالیت اقتصادی هم داره محرمانه میشه از بانک مرکزی تا همین حوزه نفت که جواد اوجی به عنوان یکی از مدیران قدیمی نفت امروز سخنگوی وزارت نفت است و میگه که برای تحت فشار قرار نگرفتن در اوپک بهانش بوده این نامه رو زدن، ولی ایران الان در حال حاضر الزامی به رعایت صف تولید در اوپک نداره و به نظر میرسه در راستای همون عدم شفافیت هست. همین بحث تهاتر نفت توسط قرارگاه خاتم الانبیا مشخص نیست به چه مقدار، به چه میزان، به چه قیمتی، توسط چه کسی، با چه سازوکاری این اتفاق داره میفته. در نهایت انتقاداتی هم که به این موضوع واردن از همین جنس هست که شفافیتی وجود نداره، آمار محرمانه اعلام میشه، حتی آمار بدهی دولت به قرارگاه هم که گفتن نمیشه اعلامش کرد، عدد سنگینی هست. بنابراین اگر ما این رو یک تصویر بزرگتر ببینیم، بحث تهاتر نفت و عدم شفافیتش، بحث محرمانه شدن آمار تولید نفت، خب قطعات یک پازل بسیار بزرگی هستن که جمهوری اسلامی داره اون رو میچینه در تمام ابعاد حکمرانی، داره به سمت عدم شفافیت حرکت میکنه و این میتونه یک زنگ خطری باشه بر خلاف آنچه که مسئولین امروزها دارن برای بهانه عدم شفافیت و اعلام نشدن آمار رو حفظ منافع ملی اعلام میکنن. به نظر من تماما در راستای چپاول منافع ملی هست و در همین راستا هم دارن حرکت میکنن. ممنونم. رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی با من بودین.